درود بر شما. این منبع تغذیه کامپیوتره که ما بهش پاور کامپیوتر هم میگیم. مربوط به مینی کیس میشه. مدل HP. در اینجا ولتاژ ورودی رو نوشته 100 الی 240 ولت. یعنی اینا با برق 110 هم کار میکنه. خروجی سیم ها اینا متفاوت. 3 تا کانکتور دارن. این P1ه. این P2ه. و این P3. 4 تایی و 6 تایی. 12 ولت روی این سیم ها هست. استنبای اینم 12 ولت. این یک پاور معمولیه. اینا سیم های خروجیش. سیم مشکی همون 0 ولت یا گرانده. سیم نارنجی 3.3 ولته. سیم قرمز 5 ولته. سیم سبز 5 ولت استنبایه. سیم بنفش هم داره 5 ولت. خاکستری پاورگود 5 ولت در حالی که در این پاورها 3.3 ولته. سیم زرد هم 12 ولته. یک سیم قهوه‌ای هم در اینجا هست. این هم 3.3 ولته در حالی که در این پاور سیم قهوه‌ای 12 ولت. بس ولتاژ خروجی این پاور با این مدل از پاورها فرق داره. اینا غالبا 220 ولت. این پاور PFC هست. چون با برق 110 هم کار میکنه، ولتاژ خروجی در اینجا 310 ولته. برخلاف PFC هایی که با 220 ولت کار میکنن. حالا من میخوام این مدار رو براتون شرح بدم. داخل قابش رو ببینیم. دو تا خازن Y داره، یک خازن X در اونجاست، زردرنگه و یک فریت. فریت نویز های فرکانس بالا رو حذف میکنه و این کانکتور هم مربوط به فن. مشکلی که این پاور داشت سیم آبی رنگ منفی 12 ولت دچار نوسان بود. یک خازن در اینجاست. این خازن ESRش بالا رفته بود. به کمک LCR متر این خازن رو اندازه گرفتم و خازن رو تعویض کردم. مشکل پاور برطرف شد. حالا قسمت های این پاور چیه؟ در اینجا فیوز سلف خازن سلف. این فیلتر. پول دیود خازن و سلف. این سلف اینجا چیکار میکنه؟ یک سلف. یک ماسفت و یک دیود. این مربوط به مدار PFC میشه. چون پاور 110 ولت هم کار میکنه، ولتاژی که ما اینجا داریم 310 ولت. من ابتدا قطعات روی برد رو شرح میدم، بعد قطعات زیر برد. این ترانس استندبای و این IC استندبای هست. شماره این IC A6062M هستش. خروجی این ترانس 12 ولت. در اینجا دو تا ماسفت وجود داره که مربوط به سویچینگ اصلیه. این ترانس اصلی دستگاه هست. ماسفت ها 11N60C3 هستن. در اینجا دوتا دیود هست. من این هیتسینگ رو خارج نکردم. پس شماره دیود ها رو نتونستم بخونم. یک رگولاتور منفی 12 اینجا هست. 79-12. که ولتاژ منفی 12 رو تثبیت میکنه. این کارتی هم که اینجا میبینید. دوتا IC داره. یکی IC PWM و یکی IC سوپروایزر. مربوط به تولید ولتاژ برای اینه. این دوتا خازن خروجی هستن. این مدار اسناوره که در اینجاست. یک NTC در اینجاست. مربوط به این خازن برای ورود ولتاژ. بس اینا قطعات روی این بردن. چند تا دیود هم هست که مربوط به خود این ترانس ها میشه. غالبا مشکلاتی هم که پیش میاد مربوط به مدار PFC، این خازن های کوچیک، دیود ها، و همین ولتاژ منفی 12 هست که اگه دوچار نوسان بشه پاور خاموش میشه. حالا زیر برد رو ببینیم. ولتاژ ورودی از اینجا وارد میشه. در اینجا فیوز هست، سلف و خازن. فیلتر رو رد میکنه. میرسه به این سلف. ما در اینجا دوتا IC داریم. این IC PFCه. شماره این IC TEA1610T هستش. یه IC دیگه اینجا برای سویچینگ داریم. FAN6961. این دوتا IC مربوط به مدار PFC و سویچینگ هن. یعنی هم بخش سویچینگ رو کنترل میکنه هم مدار PFC. حالا چطوری این کار انجام میده؟ این دیود هستش. شماره این BYV29X. این یکی MOSFET هست. F25NM50N. شما در اینجا فریت بیت رو پایش میبینید. من قبلا این موضوع رو شرح دادم. IC PFC جریان ورودی بعد از پول دیود و جریان خروجی بعد از خازن رو میسنجه
با توجه به جریان سویچینگ رو در این ماسفت تعیین میکنه. همین آیسی با آیسی سوپروایزر که در اونجا قرار گرفته در تعامل، یعنی خروجی منبع تغذیه رو بررسی میکنه و بازم سویچینگ این ماسفت رو تعیین میکنه. من متاسفانه شماتیک این بورد رو ندارم، ولی یک شماتیک دیگه مربوط به پاور پی اف سی رو در دوره پاور شرح دادم. تو دوره پاور شما تحلیل مدار رو میبینید، نه تعمیر مدار رو. اگر علاقمند هستید میتونید اون دوره رو تحلیل کنید. اینا اپتوکوپلر هستن، EL817. دو تا رگولاتور سویچینگ در اینجا قرار گرفته. TEA1791 باعث تثبیت ولتاژ میشن. ولتاژ ها تولید میشه، در اینجا وارد میشه 12 ولت. دو تا مقاومت شانت در اینجا قرار گرفته. خب اینا قطعاتی بود که ما میتونستیم راحت ببینیم. حالا یه سری قطعات دیگه هم هست. این قطعه که اینجا هست EB5 شبیه TL431 که تو بخش فیدبک منابع تغذیه وجود داره. در اینجا یه قطعه دیگه هست A7W. اینا دیودن، شبیه ترانزیستورن ولی دیود هستن. دیودی که آنودش در اینجاست، کاتود خورده این بالا. دومین دیود آنود اینجاست، کاتود پایین. یعنی مثل اینکه دو تا دیود به صورت سری در اینجا قرار گرفتن. این قطعاتی هم که اینجا هستن دیودن. در اینجا هم نوشته شده یک سر خط دار دارن که نشون میده در اونجا کاتود هست. یک قطعه در اینجا هست. این ماسفته. 12W. ما گفتیم این EB5 دیگه شبیه TL431. یکی هم در اینجا قرار گرفته. خب حالا بیایم رو کارت کنترلش. این آیسی که در اینجا از TL594C که ما بارها در مورد این صحبت کردیم، همون آیسی سویچینگه، دوتا پالس به ما میده. ولی این آیسی سوپروایزر که مسئول روشن خاموش شدن پاور، تعیین جریان ها و سایر کارها هست. در مورد اینم زیاد صحبت کردیم. شماره این CP206WD هستش. دوتا ترانزیستور تقویت هم در اینجا برای پالس ها هستش. خروجی این کارت روی این کانکتور ها هست. پاور بود در اینجاست، استنبای هم در همینجا هست. خوبی این کارت ها اینه که شما میتونید کارت رو جداگانه تعیین کنید. البته اگر بشه این کارت ها رو پیدا کرد. در غیر این صورت باید اینا رو تعمیر کنید. کانکتور P2 یه سیم خاکستری داره با 3.3 ولت بده. سیم سبزش 5 ولته، یه سیم قرمز و سفید داره که مربوط به فن میشه. یه سیم مشکی هم هست که همون گرانت هست. دو تا سیم قهوه‌ای هست به ما 12 ولت میده، سیم مشکی بازم گرانده. سیم زرد رنگ 12 ولته، استنبای 12 ولته بنفش، سیم آبی منفی 12 ولته. سیم مشکی هم بازم گرانده. برای اینکه ما بتونیم تست اولیه رو انجام بدیم، باید از ورودی شروع کنیم. باید فیوز و تست بوق بگیریم تا زیر دیود. من در مورد که این تست‌ها چجوری انجام بشه همه رو در ویدیوهای قبلی براتون گفتم. در بخش پی اف سی دو تا مقاومت هست. این دوتا موازی‌اند و به سورس ماسفت متصلند. شما باید دیود رو تست دیود بگیرید، ماسفت هم باید تست کنید. غالبا این ماسفت می‌سوزه. یک دیود هم در اینجا هست. NTC هم تست کنید. اینا با تست بوق میشه انجام داد. ولتاژی که در اینجا میاد بس 310. دو تا ماسفت در اینجا هست که میتونید اونا رو تست بگیرید، تست گرم کنید، یعنی از مدار خارج کنید بعدن تست بگیرید. این آیسی اگر بسوزه استنبای تولید نمیشه، بس اصلا مدار شروع به کار نمیکنه. یک ترانزیستور هم در اینجا هست. نشتی این ترانزیستور رو بررسی کنید. این رگولاتوری که در اینجاست رگولاتور منفیه برای 12 ولت سیم آبیه و دو تا دیود خروجی. غالبا برای تست خروجی ما میایم تست اوم میگیریم. تست اوم. برای تست اوم دیگه رنگ پراپ ها مهم نیست. سیم مشکی. لاین آبی. روی کیلو اومه. بنفش. سیم زرد. پاور گود. این خازن پاورگوده. سیم سبز. یه سیم سفید و قرمز هست. سیم سفید آزاده. سیم قرمز. پس به این روش ما میتونیم تست اوم بگیریم. اگر هر کدوم از مسیرها دچار مشکل شده باشن اوم پایینی رو نشون میده.
سیم قهوه‌ای هم بگیرم. حتی فرق نمی‌کنه، هر دو به یه جا وصلن. با سیم زرد. این منفیه و این دوتا خروجی ها هستن. سیم قهوه‌ای و سیم زرد. الان میخوام پاور روشن کنم و ولتاژ گیری کنم. برای روشن شدن این پاورم طبق معمول باید سیم مشکی رو به سبز متصل کنیم. من سیم لیم کردم. در اینجا. سیم سبز. پس اینو اینجا باید جا بزنم. فن رو متصل کردم. احتیاط کنید که کارت کنترل به بدنه فلزی تماس نداشته باشه. این سیم رو من روی گراند لحیم کردم. حالا باید به سیم سبز بزنم. در کانکتور P2 سیم سبز. تو همین حالت باید بمونه. با لامپ تست چک نکنید. لامپ تست به شدت روشن میشه و اینجور روشن میمونه. تست های اولیه با لامپ تسته. میخواید تست نهایی کنید، لامپ تست رو خارج کنید. سیم مشکی. پراپ مشکی رو سیم مشکی میذارم. سیم قهوه‌ای. 12 و 22. حدود 10% میتونه بالاتر یا پایین تر بشه. پراپ مشکی رو به همین حالت میذارم بمونه. رو کانکتور P1 سیم آبی رنگ -11 و 72 سیم بنفش -11 و 28 مرد به استنبایی کمی کاهش داره که به احتمال زیاد اگه خازن رو تعویض کنید درست میشه، ولی با همین ولتاژ هم راه اندازی میشه. سیم زرد -12 و 22. حالا رو کانکتور P2 سیم خاکستری -3 و 3 پاور بوده. سیم سبز الان ولتاژ نداره چون به گران وصله. سیم سفید دقت بفرمایید. این برای فن هست. اگه سیم قرمز رو اتصال بدم پس این مربوط به فیدبک فنه. خب ولتاژ های دیگه ای نداره. خب دستگاه رو خاموش کنم. بعد از که دستگاه رو از برق خارج کردید این خازن رو تخلیه کنید به کمک یک لامپ. لامپ 220 ولت شبیه به روی پایه‌های خازن بزنید. اگر ماسفت های سویچینگ دچار آسیب شدن یا ماسفت PFC سعی کنید که شماره خودش رو قرار بدید، مخصوصا ماسفت PFC رو. همونطور که گفتم این دستگاه رو ولتاژ -12 دچار نوسان بود که با تعویض یک خازن مشکلش برطرف شد. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.